میخوایم به کانادا سفر بکنم، پاسپورت آبی دارم، خاکستری دارم، پاسپورت افغانی دارم، نمیدانم که ویزا نیاز دارم یا مجوز الکترونیکی. دیدن خانواده میرم، تحصیل میکنم، کار میکنم، سیاحت میرم. در این ویدیو سلام و متنان عزیز، وقتتون بخیر. امید که جور صحتمند لباس عفت برتن داشته باشید. جاوید شیرزاد هستم از کیون میدیا. هموطنان زیاد ما که دایره اون سوال داشتن در ویدیوهای گذشته، به خصوص افغانای عزیز ما مقیم در آلمان که پاسپورت آبی و خاکستری داشتن، میخواستن که بدانن که آیا ما ویزا دریافت میکنیم یا مجوز الکترونیکی که از آلمان اپلای بکنیم. شما ویدیو رو تا آخر بیننده باشین. میریم با اسکرین موبایل میبینیم که شما خودتان هم چک کرده میتونید موبایلی که دست دارین به ویزا نیاز دارین یا به مجوز الکترونیکی. خب در گوگل نشته کنین canada.ca، هم وبسایتی که در بالا قرار میگیره، بالا هم کلیک بکنین، وارد همی صفحه میشین. وقتی که وارد صفحه شدین، صفحه برین پایین تر، بالای visit canada کلیک بکنین، صفحه برین پایین تر، بالای find out if you need a visa or ETA، بالای زی کلیک بکنین، صفحه بعدی باز میشه. خب در چند بخشی هست که شما اگر پاسپورت کشورتون ندارین یا کشوری که تابعیت چه گرفتین پاسپورت چه دارین، بالای پاسپورت کلیک میکنین، یا که کسایی که در اروپا، امریکا، کشورهای دیگه که پناهنده شدن، تونست سیتیزن نشدن که پاسپورت دائمی را داشته باشن یا پاسپورت کشورشون نداشته باشن، یه به نام travel document یا پاسپورت آبی خاکستری دارن، اونا میتونن بالای این بخش کلیک بکنن. دوستای زیاده که از اروپا برام مسج کرده بودن، میخواستن بدانن که اعضای خانواده شون دیدن میتونن یا خیر. شما بالای نکس کلیک میکنین، صفحه بعدی باز میشه. خب یه با سوال میکنه که آیا شما گرین کارت یا اسناد دائمی امریکا را دارین یا نه. اگر شما دارین بله بگین، ندارین نه. خب در این بخش هم کسایی که به دیدن اعضای خانواده شون میره، سیاحت میرن، به خاطر کار میرن، تحصیل میرن، میشه که بخش انتخاب بکنن. دوستای زیاده که به خاطر دیدن خانواده شون گفته بودن، میشه که این بخش کلیک بکنن. بالای نکس کلیک میکنیم. خب یه کسایی که در کانادا زندگی میکنن، شرایط های زیاده داره. اگر شما باز بالا یس کلیک بکنین، و یکی از شرایط هایش که پیش از وارد سفر شویم همیست که بیشتر از $100,000 باید از داشته باشن. مثلا بالای یس کلیک بکنین، نکس که بزنین، یه سفر بیاریم پایین، شرایط هایش و بخش هایی که جا گفته شده یکی شمی هسته. خب ما میاریم سفر را پس با پشتر. اگر کسایی که واجد شرایط هست میشونه که از سوپر ویزا بگیرن، این بخش به نام سوپر ویزا میگه. بالای نو میگیم، نکس میگیم. خب در این بخش گفته که شما به ویزا نیاز دارین، به مقدار $100 هم مثلا هزینهش هست. شما اگر میخواین بیشتر در این مورد مطالعه کنین، بالای مور دیتیل کلیک بکنین، صفحه بعدی باز میشه، شما میتونین اپلای بکنین. شرایط شکم که وقت دشوار است اما ناممکن نیست. اگر شما شرایط چه داشته باشین، بسیار ساده و آسان میتونین که وارد از این وبسایت شوین. آرزوی موفقیت داریم در اون کسایی که میخواین از اروپا یا افغانستان، کشورهای دیگه، به کانادا سفر میکنن به تحصیل، کار، دیدن خانواده. تا ویدیو بعدی خدا نیارو مددگارتون موفق باشه.